اصل 67 قانون اساسی، سوگند نمایندگان مجلس. نمایندگان سوگند خوردند که حافظ حقوق ملت و خدمت مردم باشند، از قانون اساسی دفاع کنند و آزادی مردم را تأمین کنند. آیا کردند؟ نمایندگانی به غایت ضعیف مهر چینی کرده اید که امروز خام مدرس دیدن را فقط در ذهنمون داریم. یکیشان آیا گفته است من به خاطر این اموری که وزارت کشور مرتکب شده است، نیروی انتظامی تحت نظر وزارت کشور است، یک سوال از وزیر کشور کنم؟ وزیر کشور و رئیس جمهوران به مجلس فراغ خانمانها را استیضاح کنم؟ وقتی نماینده ضعیف منصوب میکنید، حاصلش همین است. مجلس ما امروز قدرت ندارد که از دولت دست نشانده شما بپرسد. بپرسد چرا فرزندان ما را در خیابان کشتن؟ اینا نقض قانون اساسی است. اگر این سوگندها حقیقتا خورده شده بود، امروز ما مشکلی نداشتیم با شما. عصر 76 میگوید مجلس شورای اسلامی حق تحریم و تفحص در تمام امور کشور را دارد. آیا اموری مهمتر از آن چیزی که در این دو ماه در ایران اتفاق افتاده است؟ چرا تحقیق و تفحص نمی کنید؟ عصر 79 برقراری حکومت نظامی ممنوع است جز در حالت جنگ و حالت اضطراری. الان همه شرایط حکومت نظامی در ایران هست، اسمش نیست فقط. چه کسی آن را تصویب کرده است؟ عصر 84 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. آیا ما مردم ایران از نمایندگانمان انتظار نداریم که درباره ظلمی که در این دو ماه بر مردم تهران روا شده است، بر مردم معترض دیگر شهرستان ها روا شده است، اینها سوال کنند از مسئولین دولتی؟ کدامشان سوال کردند؟ آن نمایندگان اقلیتی که در مراسم تحلیف شرکت کردند، چرا توسط موکلانشان مورد پرسشگری، مورد سوال واقع نمی شوند؟ خجالت نمیکشند در چنین مجلسی شرکت میکنند؟ اگر نماینده بود این اتفاقات نمیافتاد. رضا خان یک نفر مدرس را در مجلسش تحمل نکرد. اگر یک نفر شما مثل مدرس میخورید، هیچ بسیار این فجایع نمیتوانست اتفاق بیفتد. اصل 85 میگه قانون فقط توسط مجلس میتواند اجرا شود و اگر کمیسیونی از کمیسیون‌های مجلس قانون را تصویب کرد، فقط برای موقت، به دوران موقت می‌تواند باشد تا بعد از یک دوران آزمایشی در صحن علنی مجلس جاری شود. مهمترین قانونی که امروز توسط حکومت بر علیه ملت به کار گرفته می‌شود، قانون مجازات اسلامی است. بیش از 500 ماده، تمام این محکومین سیاسی بر اساس قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. این قانون هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. این قانون صرفاً برای دوران 5 سال توسط کمیسیون قضایی مجلس به ریاست وقت محمد یزدی تصویب شده است و برای 5 سال دیگر هم مدتش تمدید شده است. این نمایندگان ما اینقدر جربزه و ارزه نداشتند که این قانون را بند بند در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار بدهند. اگر این قانون بررسی میشد، بسیاری از مشکلات ما حل میشد. فله ای قانون را تصویب کردند، با یک قیام و قعود در صحن علنی برای 5 سال دیگر آن را به گرده ما گذاشتند. اگر هر کدام از اینها به وظایف قانونی خود عمل میکردند، ما امروز حال و روز بهتری داشتیم. نقض اصل 85 قانون اساسی. اصل 86 نمایندگان مجلس در اظهار نظر خود آزادند، نمیشه اونا را جلب کرد. جرأت داشته باشید، از حقوق مردمتان دفاع کنید، حتی اکثر به زندان میافتید. یکیشون بلند شده اعتراض بکند. عصر 88 درباره سوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزراست. چند سال از رئیس جمهور کرده اید؟ این نمایندگان ننگ ملت ایران هستند. هیچ کدام به وظیفه حقوقی و قانونیشان عمل نکردند. اصل 89 استیضاح وزیران و رئیس جمهوری. انتظار حقوقی ملت ایران استیضاح رئیس جمهوری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این انتظار می توانید از مردم سوال کنید، اما جرأت نمی کنید شما چنین کنید.
اصل 90 قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضاییه داشته باشد میتواند به مجلس شکایت کند. به چه کسی شکایت کند؟ به اصل 90 مجلس باید شکایت کنیم، نه؟ کمیسیون اصل 90 است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 دادستان بنده است در دادگاه ویژه روحانیت. حالا حسابش بکنید، بنده اگه شکایت دارم باید به کسی، به زندانبان خود بروم شکایت کنم. اصل 91 درباره شورای نگهبان است. گفته 6 نفر از فقهای عادل آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز توسط رهبر منصوب می شوند. میپرسیم آیا این 6 نفر عادلند؟ آیا این 6 نفر به مقتضیات زمان و روز آگاه هستند؟ خیلی ساده است. یادم نمی‌رود در سال 76 وقتی می‌خواستن بنویسن اسم کاندیداها رو، خاتمی رو آخر نوشتن. اعتراض می‌کردیم، می‌گفتن ما به نظرمان اصلح رو اول می‌نویسیم، نه به ترتیب حروف الف با. حالا هم میآید قبل از انتخابات دبیر شورای نگهبان که میباید قاضی محکمه باشد از یک کاندیدا دفاع میکند. این عدالت هست؟ اصل 99 یکی از موارد اصلی دعوای ما و حکومت ما، نظارت شورای نگهبان. شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه کرسی را به عهده دارند. این اصل را به نظارت استصوابی تفسیر کردید. به چه دلیل؟ و نظارت استصوابی یعنی اینکه شما هر کاری دلتان خواست میتوانید انجام بدهید. نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است. هم قانون اساسی هم اجازه به شما نداده است. اصل 141 رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. همه شما میدانید که مصادیقش چه کسانی هستند و این اصل هرگز عملی نشده است. اصل 108 قانون مربوط به تعداد